هی صبح بخیر، امروز پنجشنبه است و من میخوام تو طول روز به خودم ببرم تو صبح تا یک اینا کار خیلی زیادی ندارم، ولی بعدش قرار بریم تست گیریم یه پروژه که قرار برم اونجا قرار ببرم تون. پنجشنبه ها اینطوریه که من وقت دارم که بخوابم تا دقیقا ساعت 9:30 دهینا و تا 9:30 خوابیدم. خیلی حس خوب بود، باورتون نمیشه، ولی الان پف دارم، واسه همین از اینا گذاشتم که یه ذره پفم بخوابه. یه صبح درست حسابی بخوریم و بریم ببینیم که برای کارم چه. بعد ولاگ دیروزو که گرفتم ادیت کنم. امروز داریم میریم یه هیجان انگیز، پروژه‌ای که من میخوام برم، ولی پروژه بزرگ معمولا قبلش تست گیری میکنن. یعنی چی تست گیریم؟ یعنی که شما میری بازیگرا رو دقیقا شبیه و شکل اون چیزی که باید بشن یه بار کلن میکاپ میکنی، گری میکنی که حالا کارفرما، کارگردان، همه اینا اوکی باشن، خودت هم تست کنی ببینی چیزی کم و زیاد داری یا نه، و بعد بریم سر اجرای اصلی. این اتفاق در الان دو بار افتاده سر این پروژه و این تست گیریم سومه. معمولا وقتی پروژه دارم هم از روز قبلش مثلاً جمع میکنم یا مثلا میرم میشینم که آقا مثلا چیا نیاز دارم اینا، ولی چون این پروژه چند بار هی اتفاق افتاده رفته کم شده اومده، دیگه الان دقیقا میدونم چیا میخوام. یه سری وسایل رو از توی کیتم در آورده بودم. یه خبر خوب الان برام اومد که اینم بعدم بهتون میگم، امیدوارم که اتفاق برش نیفته. کیتمو فقط یه سری چیزاشو آپدیت میکردم، وسایل دوباره توش میذاشتم و تمام. بعد میایم براشایی که کثیفو میخوام ببریم و میشوریم. از اینا دارم و یه براش که خب تو کلی از ویدیوهای قبلی بهتون گفتم که اینا چجوری بشورید. نکته، وقتی میخواییم براشتون رو بشورین از بالاش بگیرید که این قسمتی که موهاش در میاد و روش کنترل داشته باشین که آب به این قسمت چوبیش یا حالا فلزیش نگیره، به خاطر اینکه چسباشون شل میشن و بعد این مدت این سرش از اینجا در میاد و شما بعد دوباره چسبه. او مای گاد، این خیلی رنگیه. چسب کاریش کنید. بعد به خاطر اینکه وقت نداریم که براشامون خودش خوش بشه میذاریمشون تو آفتاب، وگرنه اگه خودشون خوش بشن خب خیلی بهتره. سشوارم معمولا نگیرید بهتره چون موهاشون خوش میشه. بخوام براتون یه چیز جالب بگم، اینه که الان همین الان که من اینجا نشستم جلوتون دارم ویدیو میگیرم، در حال حاضر انگار که دارم دقیقاً سه تا کار رو با هم انجام میدم. به چه معنا؟ خیلی کانفیوزدم. What do I need? آبرسانی از ضد آفتاب کدوم بزنم؟ بزنم مرتب کننده بیشتر میزنم. فرض کنیم من شرکت کارمند کار میکنم خب، و پنجشنبه جمعه ها هم باید کار بکنم، آنلاین باشم که یه سری کار رو انجام بدم. That's one. دو، الان دارم محتوا تولید میکنم، یعنی content creation میکنم برای اینستاگرام و یوتیوب، that's two. و سومیش این که الان دارم میرم تست گیریم که یعنی به عنوان یه کار دیگه، یعنی میکاپ آرتیست رو هم دارم اون وسطش انجام میدم، that's three. و یه موقع هایی همش آدم ها اینطوری هن که آره چرا تو محتوا نمی کنی؟ چرا انقدر همش خسته ای؟ چرا مثلا چه میدونم محتوا دیگه مثل قبل نیست؟ چرا انقدر راحت نیست؟ اینطوری هم که هانی زندگی من دیگه اونقدر راحت نیست و خیلی سخت شده، ولی خب انتخاب خودم بوده، میدونی انتخاب خودم بوده که این همه کارو با هم انجام بدم، هیچ کدومشو کنار نذارم. که مثلا کامنت داشتم که آره چرا مثل قبلنت نیستی، چرا مثلا یک سال پیش تولید محتوا نمی‌کنی؟ به خاطر اینه که من اون آدم نیستم دیگه. بیسیکلی من انقدر تغییر کردم توی سال پیش، توی یک سالی که گذشته، از نظر رفتاری، از نظر قیافه، از نظر طرز تفکر، از نظر هدف، همه چیم عوض شده. و خب خیلی منطقیه که سبک تولید محتوا من با توجه به اینکه خودم اینجا نشستم جلو دوربین تغییر کرده باشه. خب احساس میکنم این خیلی منطقیه، نه؟ اتفاق دیگه که افتاده این بود که به خاطر اینکه من این کامنت ها رو گرفتم، یه ذره از اینکه بیام جلوی دوربین نگران بودم این چند وقته و اینطوری بودم که چرا آدم ها فکر میکنن من فیک شدم، چرا آدم ها فکر میکنن که من دیگه خود واقعیمو نشون نمیدم، آیا واقعا همینطوریه، آیا دیگه کسی دوست نداره که کانتنت منو ببینه، چون خب ویو ها پایین اومده بود و این کامنت ها رو داشتم و اینطوری بودم که دلیلش دقیقاً چیه، چرا واقعا اینطوریه. بعد کل نشستم با خودم فکر کردم، به نتایج صحبت قبلمون رسیدم و این سری نتایج که به نتیجه نرسید.
میدونی اینطوری هم که خب اینکه آدما تغییر بکنن توی سوشال مدیا، سبک زندگیشون، سبک محتواشون، مدل حرف زدنشون، مدل جلو دوربین اومدنشون تغییر بکنه چیز غیر عادی و نرمالی، غیر عادی و غیر نرمالی نیست. ولی چرا مخاطبای من و کسایی که فالو میکردن و میکنن این حس رو دارن؟ شاید حتی تا حدی انتظارایی رو دارن که من مثلا قبلا رفتار کنم، در صورتی که نباید اینطوری باشه. درسته آدم باید از پیشرفت بقیه خوشحال بشه، از تغییر بقیه خوشحال بشه و اینطوری باشه که اوکی این آدم مدل زندگیش عوض شده، خب، و مدل رفتارش عوض شده، مدل کانتنتش عوض شده، پس اگه اون بزرگ شده و تغییر کرده، من از قبل که فالوش میکردم خب بچه تر بودم، الان بزرگ شدم، من به کجا رسیدم؟ میدونی من همیشه خیلی دلم میخواست با بزرگ شدنم توی سوشال مدیا و تغییر رفتارم و تغییر کانتنتم و مدل همه چیم باعث این بشم که کسی که داره ویدیوی منو میبینه هم خودش رو زیر سوال ببره و اینطوری باشه که اوکی من چه تغییری کردم، من چقدر بزرگ شدم، من چقدر به خودم افتخار میکنم، من به چه چیزایی رسیدم، و باعث بشم که بخواد یه سری کارا رو واسه خودش بکنه. چون آدمایی بودن تو سوشال مدیا که باعث شدن من این کارو بکنم، آدمی بوده که با پیشرفتش تو زندگیش باعث شده که من به خودم بیام و اینطوری بشم که من کجام تو زندگیم، به چه چیزایی دارم دست میابم و دست پیدا میکنم و هر چیز دیگه‌ای که فعلشو نمیدونم، و باعث شده که به خودم بیام و اینطوری بشم که شت من باید این کارا رو بکنم، نه که کارهایی که اون داره میکنه ها، یه کاری که به خودم بستگی داره کاملا. آخرم آره این داستان یه ذره انگزایتی و استرس میگیرم وقتی میام جلوی دوربین، چه وقت احساس میکنم که حرفام مال خودم انگار نیست، در صورتی که واقعا اینطوری نیست. یعنی همه چی همینیه که دقیقاً دارم شو میکنم، دارم نشون میدم، اما چون اون کامنت ها رو داشتم، اون حسا رو بهم دست پیدا، میدونید این حسا اومده تو فکرم، تو ناخودآگاهم، اینطوری هم که نه یا جلو دوربین مردم دوستت ندارن، نه یا جلو دوربین مردم دوست ندارن ببینن که تو داری میری سر کار، مردم دوست دارن ببینن تو میری خرید، مردم دوست دارن ببینن که تو همش حالت خوبه، همش everything's fine، و میدونی جالب نبوده برام. همین الانم هم که نشستم جلوی دوربین حس خیلی خوبی ندارم، ولی دلم میخواست که این کار بکنم. میکاپ رو ببین، او مای گاد، میکاپ رو ببین، خیلی خوب نشد ولی بهتر از بی محتوایی. Look at how cute and shit. اجازه بدید این وسایل رو بردارم. اینم بردارم. خیلی دارم قهوه میخواد. یک قلوب قهوه داشتیم، اونو خوردم و احساس میکنم لباسم خیلی کمه. هوا معلوم نیست سرده یا گرمه. خب منم الان اینطوری پوشیدم ولی اساس بگم که قرار خیلی سرم شد چون این زیر هیچی نیست. حالا من هر روز دمای هوا رو چک میکنم قبل از اینکه برم بیرون. امروز اینطوری بودم که ولش کن گرمه، ولش کن لخت بریم، لخت، هیچی نپوش، نه کاپشن بردار، نه پولیور بپوش، نه چیزی زیرش بپوش، هیچ، یه تیکی پارچ. امیدوارم که سرد نباشه. ببین هوا واقعا بده، یعنی تو هیچی نمیتونی ببینی. من نمیدونم چی کار کردن با هوا. گرم هست، سردم هست، اما مهمتر از همه فاکینگ آلوده است. از اینا که پنجره رو باز کنی تا صبح سر درد فاکد اپ میگیری. نه خب این خیلی ناراحت کننده است. من خیلی هوای آزاد دوست دارم. الان مادر میذاری الان گرمم شد. خب پنجره دادم پایین، قشنگ خفس، اکسیژن نداره هیچی توش. میام رو پل یادگار گوشم باز میشه. به خاطر که مریض شده بودم این چند وقته، هی گوشم میگرفت و اینا، بعد الان تو ارتفاعات جالب گوشم باز میشه. خیلی کاری ندارم، وسایلمو چیدم و میگم اگه یادتون باشه بهتون گفتم که لازم نیست همیشه همه وسایلتون رو با خودتون بیارید. اگه بدونید دقیقاً چی میخواید و چی کار باید بکنید، خیلی کم پک میکنید، فقط چیزایی که واقعا نیاز دارید و برمیدارید. این خیلی مهمه. این تیکه پلاستیک پلکسی واقعا جون من نجات داد. بزنید اینجا
اینجا نورش خیلی قشنگ بود. واسه واسه نگاه اصلا دستم دیگه کثیف نمیشه. وقتی که نفر اول کارش تموم میشه وسایل رو همه رو میذاریم سر جاش به خاطر اینکه مرتب باشی. و خب من براش خیلی آوردم، لازم نیست براش همون لحظه بشونم، ولی اینو باید تمیز کنیم. ما از وسط پروژه به موتور سواری رسیدیم. بریم دوباره این آینه کسی که من کسی نیستم. وای خیلی خستم. روش قرمزم پاک شد but it's fine. یه نهار خورد، نهارم و ساعت 5:30 خوردم که خب خیلی خسته بودم نتونم ساعت 6 یه جایی باشم که کنسل شد و انداختم ساعت 8. الان بریم خونه دوباره آماده شیم که بریم یه جای دیگه. اوکی I got ready. لباسم شبیه کیتانای چیزی شده but look at the makeup. یه ذره میکاپم خیلی کار خاصی نکردم. روژم رو قرمز کردم و اینا. ولی look at the shoes. I love my shoes. نگاه کن خیلی خوشگله. اینطوری میره پایین. اجازه بده. So بذارین دوربینو اینوری میکنم که کامل ببینید. But here it is. Cute, right? یه جلیقه است که دیگه فکر کنم که ولاگو ببندم همینجا تو آسانسور با این لوک این شکلی. یه اینطوری کنم خوشگل تره. من دیگه برم، دیرم هم شده. همین بود، این یه روز پرکار بود. تو طول روزم من داشتم کار میکردم ولی that's it. امیدوارم که این ولاگو دوست داشته باشید. تا یه ویدیوی دیگه میبینمتون. بای. سلام بوسه‌بارون من به یک دلاگ یهویی خیلی جالب دیگه خوش اومدید. امروز بریم شهر بازی. خب داریم میریم شهر بازی. من گفتم اول که این